دعوت ائتلاف سبز دانشجویان دانشگاه تهران به حضور مردم در راهپیمایی 22 خرداد. تا دقایق دیگر با اخبار جمعه 20 خرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما هستیم. و اما مهمترین عناوین خبری امشب: مخالفت شورای نگهبان با ادغام 3 وزارتخانه، محرز بودن تخلف دولت در اجرای برخی قوانین، احضار و بازجویی 26 زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، و نخستین ملاقات خانواده رجایی پس از 40 روز بازداشت. سلام و شب بخیر میگیم به شما بینندگان عزیز شبکه رسا با اخبار جمعه 20 خرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما هستیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم رسا. همراه ما باشید با این بخش خبری و اولین خبر امشب مربوط هست به حمایت دانشجویان دانشگاه تهران از فراخوان 22 خرداد. ائتلاف دانشجویان سبز دانشگاه تهران با حمایت از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید از همگان دعوت کرد که در راهپیمایی 22 خرداد شرکت کنند. به گزارش تحول سبز، در پاسخ به دعوت احزاب مختلف برای حضور در راهپیمایی 22 خرداد و دعوت سخنگوی شورا اردشیر امیر ارجمند برای اعلام نظرات و پیشنهادات در خصوص برنامه‌ریزی‌های دیگر در ماه خرداد، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران بیانیه تحلیلی را در این خصوص منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه تحلیلی ائتلاف دانشجویان سبز دانشگاه تهران آمده است: ما از این فراخوان جهت حفظ وحدت جنبش در هر صورت حمایت می‌کنیم، آن هم در شرایطی که فعالان سیاسی زندانی رجای شهر نیز از آن حمایت کردند و مردم را به شرکت در 22 خرداد دعوت نمودند. در ادامه اختلاف درون حاکمیت، شورای نگهبان ادغام 3 وزارتخانه را مغایر با قانون اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، در ادامه مخالفت‌های مجلس و شورای نگهبان با تصمیمات و اقدامات ناگهانی دولت احمدی نژاد، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا در جلسه اخیر خود تصمیم گرفتند که ادغام 3 وزارتخانه با قانون اساسی و تفسیری که اخیراً شورای نگهبان در این جهت داشته مغایر است. عباس علی کدخدایی با این حال تصمیم شورای نگهبان در مخالفت با تصمیم دولت را نهایی ندانست و گفت که شورای نگهبان اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی خود را به مجلس ابلاغ خواهد کرد. محمود احمدی نژاد روز اول خرداد در نامه‌ای به مجلس، علی نیکزاد وزیر فعلی مسکن و سرپرست وزارت راه را به عنوان وزیر پیشنهادی جدید وزارت امور زیربنایی معرفی کرده بود. این معرفی با واکنش منفی تعدادی از نمایندگان روبرو شد و آنها اعلام کردند تا زمانی که لایحه ادغام وزارتخانه جدید در مجلس تصویب نشود، به صلاحیت وزیر جدید رأی نخواهند داد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است که از تعداد وزارتخانه ها بکاهد، اما ابهام در نحوه این ادغام طی هفته های اخیر به اختلاف میان دولت و مجلس به شدت دامن زده است. راهیافته اصفهان گفت تخلف در اجرای برخی قوانین محرز است. محمد تقی رهبر در گفتگو با خانه ملت با اشاره به صحبت‌های معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر کذب بودن تأخیر 1520 روزه دولت در ابلاغ قوانین گفت مواردی از این تخلف بسیار واضح و آشکار است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به موارد دیگر تأخیر دولت در اجرای قوانین اشاره کرد و افزود
در رابطه با وزارت ورزش و سرپرستی وزارت نفت نیز دولت با تأخیر عمل کرده است. علاوه بر این، برای هدفمند کردن یارانه ها نیز دولت تعجیل کرده، نکته‌ای که موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است. وی همچنین تصریح کرد هدفمند کردن یارانه ها قرار بود در بازه زمانی 5 ساله اجرا شود، اما دولت تأجیل کرد و موجب شد تا در مسئله سوخت و حامل‌های انرژی در جامعه دچار مشکلاتی شویم. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با نادرست خواندن رد 10,000 تذکر نمایندگان مجلس به دولت گفت تذکرهای نمایندگان مجلس از حجم بسیار بالایی برخوردار است، به نحوی که رئیس مجلس خواهان کاهش تذکر نمایندگان شدند. اما در این میان نباید فراموش کرد که نمایندگان حق بیان تذکر را دارند و تنها راه کاهش حجم این تذکرها این است که از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور رد شده است را میتوان در فعال کردن اتاق دولت در مجلس جستجو کرد. محمد تقی رهبر در پایان تأکید کرد در حال حاضر نیز اتاق دولت معمولاً تعطیل و ارتباط دولت با مجلس ضعیف است. اگر دولت با نمایندگان تعامل مناسبی برقرار کند، شاهد کاهش حجم تذکرهای مجلس نسبت به دولت خواهیم بود. همه 26 زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش کلمه، معاونت دادسرای از زندانیان خواسته که بیانیه را تکذیب کنند وگرنه به احکام زندانشان افسوده می شود. هدف از این احضار و بازپرسی نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است. در این بازپرسی ها تمامی شکایت کنندگان ضمن تأکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تأکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است، آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند. برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تأکید نمودند که در گذشته شکایت‌های دیگری نیز در این مورد به قوه قضاییه ارائه کردند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند. زندانیان تأسف خود را نسبت به بی‌توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند قانون حقوق شهروندی است. بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشتند: چرا قوه قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است؟ پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایت نبوده، بلکه تنها نگران انتشار این متن بوده است. اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و در مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند. آنها از سوی این مقامات تهدید شدند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برایشان تشکیل می شود. این بیانیه با امضای 26 زندانی سیاسی همزمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی در سایت های خبری منتشر شد. این زندانیان در این نامه از مسئولان خواستند به شکایتشان رسیدگی شود. بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلف با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است. زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایتمان را به کجا ببریم. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه شما هستیم.
سید محمد خاتمی با حضور در منزل مرحوم عزت الله صحابی و دخترش حاله به خانواده صحابی ها تسلیت گفت. به گزارش رسا، رسانی سبز ایران، رئیس دولت اصلاحات روز گذشته در دیدار با خانواده صحابی و شامخی در لواسان ضمن تقدیر و ستایش از یک عمر تلاش و مبارزه صحابی ها این مصیبت را به خانواده و همه داغداران و دوستداران ایشان تسلیت گفت. رئیس جمهور سابق کشورمان همچنین با ابراز تأسف از واقعه دردناک در گذشته تأسف انگیز حال صحابی آن را مصیبت مضاعفی خواند. سید محمد خاتمی در این دیدار با بزرگداشت یاد و نام استاد مؤمن و آزادیخواه دکتر یدالله صحابی و فرزند و نوه‌اش برای خانواده آن مرحوم از خداوند متعال صبر و تحمل مسئلت نمود. به اعتصاب قضایی خود پایان دهید. به گزارش جرس، حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی، احمد صدر، حاجی جوادی و جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، زنان و جوانان اصلاح طلب از هدا صابر و امیر خسرو دلیرسانی خواستند که به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. در بیانیه‌ای که به این مناسبت صادر شده آمده است: متواضعانه از شما درخواست داریم اینک که صدای اعتراض شما توسط آزاد زنان و آزاد مردان شنیده شده است، برای حفظ صحت و سلامت خیش که نایاب ارمغان الهی است و برای جلوگیری از نگرانی و التهاب بیشتر خانواده های ارجمندتان دست از اعتصاب قضا بکشید و سخاوتمندانه ما را رخصت دهید که امکان بهره‌مندی از دانش و تجربه و تخصص شما بزرگواران را داشته باشیم. گفتنیست هدا صابر و امیر خسرو دلیرسانی در اعتراض به عمل غیر انسانی نیروهای امنیتی که باعث شهادت حاله صحابی در مراسم تشییع پدر شد، از فردای تشییع شبانه حاله صحابی اعتصاب قضا کردند. جمعی از زنان اصلاح طلب در بیانیه خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند. به گزارش جرس، در بیانیه زنان اصلاح طلب آمده است: در تلیعه ماه رجب، در لیلة الرقائب و آستانه ولادت مسعود مولود ارجمند، در این ماه پربرکت امید واثق داریم که بیش از آن دردمندی خانواده های محترم زندانیان سیاسی به درازان نکشد و شبهای تیره و تار حبس بر زندانیان تمامی یابد. باشد که روز پدر امسال برای همه پدران و مادران و فرزندان خوشیمن و مبارک باشد. علی‌رغم اتمام بازجویی‌های علی اکبر محمدزاده، وی در شرایط بلا تکلیفی در زندان به سر می‌برد. به گزارش دانشجو نیوز، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف که بهمن 89 به هنگام خروج از دانشگاه صنعتی شریف توسط ماموران امنیتی دستگیر شد، به مدت 54 روز در سلول انفرادی و از اردیبهشت ماه در بند 350 اوین به سر می‌برد. اتهامات تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به او تفهیم شده، اما وی اتهامات را وارد ندانسته و رد کرده است. بر اساس این گزارش، با وجود صدور قرار کفالت از آزادی، وی جلوگیری به عمل می آید. ارسال کتاب‌های محمود دولت آبادی، رمان نویس معروف ایرانی، و کتاب‌های رشته جامعه شناسی و علوم سیاسی به زندان اوین ممنوع شد. به گزارش کلمه، زندانیان بند 350 زندان اوین که از هر گونه امکانات رفاهی در این بند محروم هستند، به تازگی و با پیگیری‌های خانواده‌هایشان حق دارند تعدادی کتاب را به مسئولان زندان تحویل دهند تا ماموران زندان پس از بررسی آنها را به دست زندانیان برسانند. اما هر بار مسئولان زندان اوین قوانین جدیدی را برای تحویل کتاب وضع می‌کنند. این قوانین اغلب سلیقه‌ای هستند و توسط مسئولان زندان اوین به خانواده‌ها ابلاغ می‌شوند. بر اساس این گزارش، به تازگی ماموران از تحویل کتاب‌هایی که در آنها واژه کودتا، دموکراسی، سیاست و جامعه شناسی به کار رفته باشد، به زندانیان سیاسی خودداری می‌کنند. همچنین ورود تمامی کتاب‌های محمود دولت آبادی، رمان نویس معروف ایرانی، نیز ممنوع اعلام شده است. خانواده علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی، پس از 40 روز بازداشت با وی ملاقات کردند. به گزارش جرس، وضع روحی و جسمی این فعال ملی مذهبی خوب بوده است.
رجایی که از 4 اردیبهشت ماه 90 در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد از اتهام خود ابراز بی‌اطلاعی کرده است. علیرضا رجایی دکترای علوم سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران و صاحب نظران سیاسی کشور است که 1.5 ماه پیش در پی یورش نیروهای امنیتی به خانه‌اش بازداشت و روانه اوین شده است. طی چند روز گذشته صدها پناهجو سوری که از سرکوب دولتی گریختند وارد ترکیه شدند. به گزارش یورونیوز قرار است پلیس ترکیه پس از بررسی هویت این افراد آنها را به اردوگاه‌های هلال احمر این کشور منتقل کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با ناگوار توصیف کردن اوضاع داخلی سوریه تأکید کرده که مرزهای این کشور به روی پناهجویان سوری باز است. سوریه از حدود 3 ماه پیش با اعتراضهای گسترده داخلی مواجه بوده که تاکنون بیش از 1100 کشته بر جای گذاشته است. 1 روز انتخابات، 2 سال بحران. هنوز رأی‌ها رو نشمرده بودن. بازداشت‌ها شروع شد. 22 خرداد 88. چهره‌های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت‌ها ادامه داشت و اعتراض سبزها گسترده‌تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره‌ها از مبارزان مدنی می‌گوید که در زندان‌ها مقاومت می‌کنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرپور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه، پیوستن چین و روسیه به کمپین غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران. اعتراض نماینده کبوتر آهنگ به فقدان آمار قابل استناد و افزایش آمار بیماری‌های سرطانی با افزایش آلودگی هوا. چین و روسیه نیز به کمپین غرب علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران پیوستند. در اولین واکنش هماهنگ نسبت به اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیرامون انتقال پروسه غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% از سایت نتنز به سایت فردو و اعلام اینکه قرار است میزان آن به 3 برابر سطح کنونی افزایش یابد، گزارش‌ها حاکی است که روسیه و چین نیز با پیوستن به کشورهای غربی نگرانی خود را از جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه‌های هسته‌ای تهران ابراز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین موسوم به کشورهای گروه 5+1 که درگیر پرونده هسته‌ای ایران هستند، در نشست دیروز خود بیانیه‌ای منتشر و خاطرنشان کردند که عدم توفیق ایران برای انجام تعهدات خود در قبال قطعنامه‌های سازمان ملل به منظور تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و همچنین اجازه ندادن به بازرسی‌های مؤثر آژانس، نگرانی‌های عمیقی درباره نیات ایران ایجاد کرده است. این کشورها از ایران خواستند تا همکاری کاملی با آژانس داشته باشد و افزودند به منظور پایان دادن به جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه‌های هسته‌ای ایران، موضوعات اساسی باید حل و فصل شوند. راه یافته کبوتر آهنگ گفت فقدان آمار قابل استناد علت تداوم واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی است. به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد و کشاورزی و وزارت بازرگانی نتوانستند آمار موثقی درباره میزان تولیدات داخلی و میزان نیاز به واردات تهیه کنند، این خلأ آماری را یکی از مهمترین علتهای تداوم واردات اعلام کرد. عیسی جعفری از فقدان انسجام آماری میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی که مسئولیت تولید و تأمین نیازهای کشور را بر عهده دارند انتقاد کرد و گفت فقدان آمار قابل استناد موجب سوء استفاده و راندخاری برخی از واردکنندگان اقلام کشاورزی شده است. راه یافته مردم کبوتر آهنگ در مجلس تصریح کرد مهمترین علت این ناهماهنگی میان وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی فقدان برنامه‌ریزی بلند مدت برای مدیریت واردات و درگیر شدن در مسائل روزمره است که موجب شده مدیریت امور و
بر اساس ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم اداره شود. مدیر عامل مراکز معاینه فنی خودروهای تهران گفت به دلیل افزایش آلاینده‌های هوا آمار بیماری‌های سرطانی عجیب و غریب به صورت وحشتناکی رشد یافته است. صدرالدین علیپور گفت این هفته می‌تواند تلنگری باشد برای مسئولان تا با هم اندیشی و هم فکری برای وضعیت اسفناک آلودگی هوا چاره‌ای بیندیشند. وی ادامه داد با تغییر قانون معاینه فنی در صدد از بین بردن اقدامات ما هستند. با توجه به آمار سال گذشته که 4000 نفر بر اثر آلودگی هوا و 4000 نفر بر اثر نقص فنی خودرو جان خود را از دست دادند، لازم است اقدامات مستمری در این حوزه صورت گیرد. مدیر عامل مرکز معاینه فنی خودروهای تهران گفته که به دلیل افزایش آلاینده‌های هوا متاسفانه آمار بیماری‌های سرطانی عجیب و غریب به صورت وحشتناکی رشد یافته است، به طوری که پزشکان در این عرصه دچار شوک شدند. تعجب من از افرادی است که خود در این محیط زندگی می‌کنند اما قانون افزایش سن معاینه فنی را تصویب می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. باید یادآوری کنم که امشب بعد از برنامه در از خبر میتونید ادامه مصاحبه دکتر اردشیر امیر ارجمند از رسا و همچنین برنامه رو در رو رو دنبال کنید. تا فردا خدا نگهدارت. خدا نگهدار. سلام.